دیگو آرماندو مارادونا اسطوره آرژانتینی فوتبال در 60 سالگی درگذشت. علت مرگ او حمله قلبی اعلام شده. مارادونا که در 4 جام جهانی برای آرژانتین بازی کرد، 2 بار موفق شد به فینال برسه. او در سال 1986 بعد از نمایشی که به نظر خیلی ها بهترین عملکرد فردی یک بازیکن فوتبال در یک تورنمنت بزرگ قهرمان جهان شد. مارادونا همچنین با تیم ناپولی 2 بار قهرمان ایتالیا و قهرمان جام یوفا شد. در بارسلونا هم جام حذفی اسپانیا رو برد. او در جام جهانی 2010 مربی تیم ملی کشورش بود. زندگی خصوصی مارادونا اما بسیار جنجالی و پرحاشیه بود و او بارها بر سر استفاده بیش از حد از مواد مخدر به دردسر افتاد. برای گفتگوی بیشتر درباره زندگی این اسطوره فوتبال در استودیو پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما به ما پیوسته و همچنین امیر هاشمی مقدم مربی فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی ایران از شهر نایمیخن هلند به ما پیوسته. خوش آمدید به برنامه. آقای هاشمی مقدم، با شما شروع بکنیم. شما در دوران مارادونا فوتبال بازی میکردید، وقتی اسم مارادونا رو میشنوید چه احساسی دارید؟ خب درود بر شما. مارادونا خب یک استثناء بود در فوتبال دنیا و این خواهد ماند 100% اسمشون. اون موقعی که ما اسمش رو میشنیم یا بازیاش رو نگاه میکردیم، واقعا ثانیه شماره میکردیم که پای تلویزیون بشینیم بتونیم بازیاش رو ببینیم. و خب اون موقع شرایط اینترنت یا سوشیال مدیا به شکلی نبود که بتونه همه چیز رو دنبال بکنه، ولی خب امیدمون این بود که سر وقت تلویزیون پای تلویزیون باشیم و ببینیم حرکاتش رو، گرم کردنش رو، نحوه ضربه به توپ زدنش رو. برای ما که فوتبالیست نوجوانی بودیم اون موقع در زمان خودمون، بسیار جالب و جذاب بود کارهایی که میکرد. پوریا، 60 سالگی خیلی زود آدم انتظار داره ورزشکارا که به حال در دوران طولانی در زندگیشون سالم بودن بیشتر از اینا میکنه. البته من فکر کنم که تا همین 60 سالگی هم خوب دوام آورد با این مدل زندگی که مارادونا میکرد. این فیلم واقعا استثنایی هستش که در موردش همین سال پیش بیرون اومد که تمام خیلی تمرکز داره رو زندگیش تو دورانی که در ناپولی بود، در ناپل بود، و نشون میده که تو فوتبال ایتالیا روزه یک شنبه بازی میکردن و بعد از دوشنبه تا چهارشنبه دیگه مشغول بود، از اعتیاد به کوکائین گرفته تا روابط خارج از ازدواج. و یه فیلم دیگه هم خیلی وقت پیش با امیر کوستاریتسا انجام داده که یه مصاحبه است با اون و برمیگرده بهش میگه که میدونی که من تمام این سالهایی که تو ناپل بودم خیلی موقعا هر هفته کوکائین میزدم. فکر کن اگه که کوکائین نمیزدم چه بازیکنی میشدم. آقای هاشمی مقدم، زندگی همطور که پوریا هم اشاره کرد زندگی پرحاشیه‌ای داشت مارادونا. البته فارغ از داستان پرحاشیه بودن زندگیش، از لحاظ فوتبالی چه تأثیری داشت بر نسل‌های بعدی فوتبالیست‌های جهان؟ ببینید، زندگی حاشیه دارش خیلی اکثر موقعی بود که دیگه واقعا خیلی از جاهایی رو که بعد مقامهایی رو که بعد به دست میورد، چه شخصی چه ملی، به دست آورده بود. متا تأثیری که تو فوتبال دنیا داشت، ببینید مارادونا حتی قبل از جام جهانی سال 86 اگر اشتباه نکنم 4 بار بهترین بازیکن آرژانتین شد، 5 بار بهترین بازیکن قاره آمریکای جنوبی شد، حتی بهترین بازیکن قرن آرژانتین شناخته شد. خیلی سریع، یعنی خیلی سریع میدونستن که چه شخصیتی در فوتبال دنیا رشد کرده که در نهایت 86 توپ طلا رو برد و بهترین بازیکن جهان شد. ببینید، مارادونا یه الگویی شد، یه به قول معروف یک انگیزه ای شد برای یک سری فوتبالیستای مخصوصا در منطقه خود آرژانتین، حتی در تمام دنیا. من تو ایران بودم، هم بازیامون موقعی که ما نوجوان بودیم میدیدیم، همه میخواستن ادای مارادونا رو در من یادم نمیره موقعی که مارادونا تو ناپل بازی میکرد، موقع گرم کردن بند کفشش رو باز میکرد، به سبک خودش میرخصید و گرم میکرد، کفش پوما پاش بود. فردا که میرفتم سر تمرین میدم، همه کفش پوما پاشون بود. همه دوست داشتن با چپ ضربه به توپ بزنن، همه دوست داشتن جوراباشون رو تا زیر زانوشون بیارن بالا ببندن. در صورت رولی که بازی کرد و انگیزه ای که داد مسلما خیلی خوب بود و نشون داد که از در کنار اون اراده بکنی به چه چیزهایی خواهی رسید. دیگه شما خودتون گفتین اول برنامه، چه مقام هایی، چه شخصی، چه ملی به دست آورد، چه قهرمانی هایی داشت و تقریبا هر چی که در زندگی فوتبالیش خاص به دست آورد.
حالا این صحبتایی که میکنن آقای هاشمی مقدم در مورد تلویزیون اینام جالبه. من یه خاطره خیلی عجیبی که دارم اینه، جام جهانی 86 به یک دلیل ایران تصمیم گرفته بود که تلویزیون پخش نمی‌کرد این بازی‌ها رو، یا با خیلی فاصله مثلا چند روز بعد پخش می‌کرد. و اتفاقی، خیلی اتفاقی، من شمال شهر چالوس بودم با داییم، و شما اگه تو شمال یا جنوب ایران بودین با استفاده از آبکش و نمیدونم یه چیزای فلزی و اینا سعی میکردین که از کشورهای همسایه یه جوری مسابقه ها رو نگاه بکنید. و بازی انگلیس، بازی آرژانتین و ایتالیا بود، و من همینجوری خیلی هیجان زده شده بودم که داشتم فوتبال نگاه میکردم، فوتبال درست حسابی خارجی واسه دفعه اول، و یه توپی اومد به همین مارادونا رسید، با بغل پا زد رفت گوشه دروازه، و من خیلی اصلا برام عجیب بود چجوری اینطوری به توپ ضربه زده، که دایم گفت این دیگو مارادونا است، این دیگو مارادونا است. و اصلا اون لحظه هنوز تو ذهنم مونده و تبدیل به یه اسطوره بود. یعنی حتی مادر بزرگ منم که فوتبال اصلا علاقه نداشت میشناختونه. من یادم شلوارای جین رو، اگه که یادتون باشه تو اون سالها همسنین من، روش مارادونا میزدن که بیشتر فروش بره تو ایران. یعنی اصلا یک شخصیت و سلیبریتی دوران قبل از اینترنت و تلویزیون و گوشی‌های هوشمنده که همه به خاطر اسمش میشناختن این آدمو. آقای هاشمی مقدم، داستان دست خدا رو میتونید برای ما توضیح بدین؟ امروز دیدم که بسیاری از دوستداران آقای مارادونا داشتن میگفتن داستان دست خدا رو بهش اشاره میکردن. خاطرتون هست جریانش چی بود؟ ولی تو خب چیز ساده یه دست خدا، من فکر میکنم به خاطر گلی که به انگلستان زد، و بعدش خودش هم وقتی که ازش پرسیدم با دست زدی، گفت بله خب دست خدا بود. یعنی خودش رو با دست گل زد. بله توپ رو با دست زد تو گل. بله بعد خودش هم اعتراف کرد. و چطور قبول شد اون گل؟ خب گل اون موقع، خب الان تکنیکایی که الان داریم، اون به قول معروف ویدیو فار که نبود اون موقع، هم چیزهایی نبود، و انقدر سرعت کار زیاد و انقدر زیرک بودیم بازیکن، کسی تصور نمیکرد که با دستش زده باشه. اگر چند بار صحنه آروم شاید اون لحظه رو میدیدید، حدس میزدیم با دست زده. ولی خب با سرعت خیلی خوب بالا رفت و توپ و جلوی چشم دروازه‌بان با دست زد تو گل. و از اون به بعد من اگر اشتباه نکنم مصاحبه‌ای که باهاش کردن، پرسیدن که چی شد با دست زدی، گفت دست خدا بود. و این دیگه از اون به بعد به این شکل جا افتاد در ذهنیت فوتبال دوستان. ولی در صورت حالا با دست زد یا نزد، اون مارادونا یک فوتبالیست استثنایی بود، فوتبالیست پر دل و جرأت، فوتبالیستی بود که به شکل فوق‌العاده فیزیک خیلی خوبی داشت. نه فیزیک خوب فقط در موقع بازی، من به پوریا عزیز گفتم، من یادم نمیره وقتی که بارسلون بود آسیب دیدگی پیدا کرد، به شکل سه جای مچ پاش شکست، ولی چهار ماه بعد جلو سویلیا بازی کرد، دو تا گل به سویلیا زد. این از استثناهای تاریخ فوتباله که یک بازیکن پاش از چند جا بشکنه، چهار ماه بعد فوتبال بازی کنه، دو تا گل بزنه، یک بازی بسیار مهم. یا مقابل ریال مادرید فینال جام حذفی بازی کرد، تماشاچیای ریال براش دست دادن وقتی اون گل قشنگ زد. بیشک یک اسطوره بود و ایده به او میگفتند یک نابغه دیوانه. متشکرم از هر دوی شما، امیر هاشمی مقدم مربی فوتبال و بازیکن سابق تیم ملی ایران، و پوریا ژافره خبرنگار ورزشی.